بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر. بنده امیر مهدیزاده هستم و اینجا هم استدیو اقتصاد آنلاینه و با یک کدالنگر دیگه در خدمت شما هستیم. کدالنگر امروز مربوط میشه به کدالنگر دهم آذر ماه 1399. اما از دیروز که خدمت شما بودم تا امروز حوالی ساعت 3:30 بیش از 60 اطلاعیه روی سامانه کدال منتشر شد که اینجا سعی میکنیم مهمترین اونها رو بررسی کنیم. اما اولین نمادی که بررسی میکنیم حفاری شمال هست. حفاری شمال یک بحث بدهی مالیاتی داشته توی سالهای 95 و 96 که این عدد در مجموع چیزی حدود 48 میلیارد تومان در مجموع این دو سال از بدهی های مالیاتی حفاری کم شده و این میتونه روی سوداوری مجموعه اثرگذار باشه. اما نماد بعدی ورنا هست. 1% از سهام سایپا رو فروخته تو قیمت 242 تومان و سود و زیانی که حالا پس از کسر هزینه های فروش سهم بوده رو اگر جدا کنیم چیزی حدود 434 میلیارد تومان سود شناسایی کرده و حالا با توجه به اینکه 1% از سهام سایپا رو فروخته، کل سهامی که سایپا از سایپا در اختیار گروه صنعتی رنا هست به عدد 14.91% رسیده. نماد بعدی ولقدر هست. ولقدر توی اطلاعیه که اعلام کرده دو باب ملک که اسمشون رو حالا گذاشته کوه نور رو به ارزش 1.1 میلیارد تومان تو دفتر، تو دفاتری که ثبت کرده، اما توی واقعیت چیز حدود 4.920 میلیارد تومان به شخص حقیقی توی یک مزایده واگذار کرده که این توی درآمدهاش لحاظ خواهد شد. اما نماد بعدی سخاف هست. سیمان مجد خواب یه مزایده گذاشته بود که یکی از سوله هایی که در اختیار داره رو به همراه یک ساختمونی که توش کار دفتری پرسنل رو انجام میداده و یک دستگاه باسکول رو به مدت حداکثر 10 سال برای سرمایه گذاری جهت احداث واحد تولید کنسانتره به اجاره داده. ماهانه 100 میلیون تومان از این محل درآمدزایی خواهد داشت، به علاوه 8.5% از محصول تولیدی این واحد تولیدی رو هم در اختیار خودش خواهد گرفت و این 100 میلیون توی صورت‌های سود و زیان ماهانش لحاظ خواهد شد و جزء درآمد سیمان مجد خاف خواهد بود. اما نماد بعدی کباده هست. کباده به دلیل اینکه بخشی از کارگرانش به بیماری کرونا مبتلا شدن مجبور شده بخشی از فعالیت‌های شرکت رو متوقف کنه، به همین دلیل بخشی از تولیدش قطعا متوقف خواهد شد و این اثرات خودش رو روی تولید سالانه خاک نسوز استقلال آباده اثر گذاریش رو نشون خواهد داد. البته نکته دیگه هم این هست که هنوز نمیدونه کی قرار هست که این بازگشایی رو انجام بده و دوباره فعالیت‌هاش رو از سر بگیره. بنابراین امیدواریم که حداقل زودتر این کارگران هم حالشون خوب بشه، هم همه بیمارانی که درگیر این ویروس هستن. اما نماد بعدی هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان یا همون گکوثر هست. این شرکت توی کنفرانس اطلاع رسانی که داشته اعلام کرده که افزایش قیمت سهام ناشی از عرضه و تقاضاست و تغییر توی صورت‌های مالی و سود و زیان این شرکت اتفاق نیفتاده و از اون سمت هم اعلام کرده که سوالی هم توی سامانه تدان از این شرکت پرسیده نشده. نماد بعدی وپارس هست. وپارس یک مزایده‌ای رو اعلام کرده، مزایده جالبی هست. گروه مالی پارسیان رو قرار هست 10 میلیارد سهم از این شرکت، یعنی گروه مالی پارسیان رو بانک پارسیان میخواد به فروش برسونه که میشه تقریبا 100% کل شرکت، 50% به صورت نقد و الباقی طی قسط‌های 2 ساله و تاریخ برای این مزایده رو قرار برگزار کنه و نتیجه مزایده هم پیش بینی میکنه که 23/9 مشخص بشه. اما نماد بعدی پرداخت هست. پرداخت یک قراردادی رو با بانک شهر امضا کرده که توی اون قرار 100,000 تا پایانه فروش یا همون پوز رو برای بانک شهر، مشتریای بانک شهر به فروش برسونه تا از این طریق
حفظ و جذب سپرده کنه برای بانک شهر و این مدت قرارداد هم 3 ساله هست. نحوه تسویه قرارداد هم به صورت نقدی و ماهانه است و مبلغ کل قرارداد هم پیش بینی شده چیزی حدود 100 میلیارد تومان باشه. بنابراین انتظار داریم که به صورت ماهانه بخشی از این 100 میلیارد تومان توی درآمدهای پرداخت لحاظ بشه. نماد بعدی امین هست. تامین سرمایه امین 2 تا مسئولیت جدید رو قبول کرده: پذیره نویسی و بازرگانی سکوک اجاره معدنی کگوهر که 600 میلیارد تومان ارزشش هست و در ادامه هم پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره معدنی کگوهر که گوهر قصد این رو داره که تجهیزات و ماشینالات رو اجاره کنه که این هم ارزش 600 میلیارد تومان هست و مسئولیت بازارگردانی و پذیره نویسی اینها با تامین سرمایه امین هست و از این طریق برای این صندوق و این تامین سرمایه درآمدزایی خواهد داشت. اما نماد بعدی شپارس هست. شپارس توی مزایده بانک تجارت شرکت کرده. 6 دونگ معیان و ماشینالات شرکت کاوشگران آفتاب توی قوچان شهرک صنعتی فردوسی رو برنده شده که ارزش کلی که قرار هست بپردازه 8 میلیارد و 578 میلیون تومان هست. 1/4 رو نقدی و باقی پول رو قراره با سود 12% به صورت 48 ماهه باز پرداخت کنه و انتظار داریم که این هزینه از شپارس کم بشه و به بانک تجارت اضافه بشه. اما نماد بعدی خسدرا هست. خسدرا قراردادی که برای تعمیر و نگهداری سکوهای دریایی ناحیه 2 پارس جنوبی پذیرفته بود رو بهش ابلاغ کرده شرکت مادر که ارزش این قرارداد 239 میلیارد تومان هست و طی 3 سال پیش بینی میشه که این تعمیر نگهداری انجام بشه و این درآمد به مرور به خسدرا اضافه خواهد شد و توی صورت‌های مالیش اعلام خواهد شد. اما نماد بعدی کسرا هست. کسرا مجوز تغییر نرخ به طور متوسط 15% محصولاتش رو توسط هیئت مدیره دریافت کرده. 121 میلیارد فروش پارسالش بوده کسرا، اما یک بار افزایش نرخ رو به میزان 20% توی مرداد ماه، اواسط مرداد ماه داده بود که اگه این 15% رو هم لحاظ کنیم چیزی در حدود 38% از ابتدای سال تا الان افزایش نرخ رو داشته و اگر این رو فرض کنیم که کسرا قرار روند سال گذشتهش رو امسال هم تکرار کنه و همون مقدار یعنی همون مقدار فروش رو داشته باشه، همون تعداد بتونه بفروشه محصولاتش رو، به درآمدی حدود 166 میلیارد تومان امسال خواهد رسید. باید ببینیم که چقدر از این فروش رو میتونه محقق کنه. اما نماد بعدی نمادهای بعدی در واقع بحث افزای سرمایه ها هست که خدمتتون اعلام میکنیم. چندین افزای سرمایه امروز اطلاعیشون اومده که به مرور اینها رو خدمتتون میگم. مهمترینشون شاید فملی باشه که مجمع عمومی فوق‌العاده این تصمیم رو اعلام کرده و این اختیار رو به هیئت مدیره داده که 97% افزای سرمایه از محل سود انباشته رو پیگیری بکنه. اگر خاطرتون باشه بخشی از این طرحهایی که فملی دنبالش هست رو با هم بررسی کردیم. چندین طرح توسعه‌ای داشته که تو امسال 1400 1401 و چند تاشون هم توی 1402 به بهره برداری کامل میرسن و قرار هست اونها رو پیگیری کنه. نماد بعدی که افزای سرمایهش به صورت صدور مجوز اومده آسیا هست. آسیا مجوز افزای سرمایهش صادر شده 950% از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها قرار هست اتفاق بیفته و همینطور هجرت هم افزای سرمایهش مجوزش صادر شده 122% حدوداً که از مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی همونها قرار هست افزای سرمایه بده. اما 4 تا نماد دیگه هست که در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده هستند. بانک گردشگری 140% که از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاش هست. پلاسک 40% مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی اونها. پدرخش 200% از محل سود انباشته و دماوند هم 733%
از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی سهامداران و سود انباشته قرار هست افزایش سرمایه بده. ما سعی میکنیم حالا باز هم به مرور بخشی از این طرحهای توسعه‌ای که این نمادها و حالا سایر نمادهایی که قبلا خدمتون ارائه کردیم و حالا یا در آینده ارائه میشن رو خدمتتون به صورت جزئی تر طرحهای توسعه‌ایشون رو اعلام کنیم، ببینیم که چه خبره تو این شرکت ها و این هزینه ها رو برای چه کارهایی دارن انجام میدن. این بود آنچه که از کدال امروز میخواستیم خدمتتون ارائه کنیم. امیدواریم که مورد قبول شما قرار گرفته باشه. ببخشید اگر پرحرفی انجام دادم. روز شما بخیر. خدا نگهدار.